Watching you. Damn straight, I do. این هم شاید فورتونه که به شما قول داده بودیم. روزهای دوشنبه ساعت 8:30 شب به وقت لس آنجلس شاید فورتونه. بنده یک دونه پیرهن پیدا کردم بسیار شیک و زیبا. $6.45. I challenge you and I dare you که برین یکی مثل این پیدا کنید. گفتم رو بپوشمش حال کنم. صداش هم پیرهن صداش هم خوبه ببین. خب دوستان عزیز، ما کماکان هفته های اول شوی پرچونه رو میگذرونیم و هنوز داستانمون معلوم نیستش که بیننده های ما رو پیدا کردن در تلویزیون KFG، در تلویزیون جدیدمون، و یا اینکه نه هنوز فکر میکنن ما تلویزیون های دیگه هستیم. اگر دوستان عزیزی که برنامه ما رو میبینن بتونن لطف کنن به دوستان دیگه تون هم خبر بدین که پرچونه چونش رو برداشته آورده تلویزیون KAFG. KAFG محیط خوب و شرایط خوبی رو برای همکاری با ما ایجاد کرده که ما ازشون ممنون هستیم. Anyways، این اولین دوشنبه شبی هستش که ما خدمت شما هستیم. هفته پیش ما در واقع 3708 برنامه مون شروع کردیم. اولین شو رو جمعه شب هفتم داشتیم و دوشنبه بعدش هم قرار بود بیان مشکل فنی پیش اومده بود، به صورت بازم نیومدیم. سه شنبه برنامه‌مون ریران شد و این اولین دوشنبه است. به صورت خیلی از دوستان ماندی نایت هستش، حوالی 8:30 شب در لس آنجلس، و به همین ترتیب 11:30 اون طرف‌های ایست کوست رو دوباره که رفتیم. خلاصه همینجور دوستان دارن اولین بار ما رو می‌بینن. اگر که در جریان نبودین و به شما ایمیل نرسید و الان یه هایی دیدین که این مرتی که با این دست بال پشمالوش اومد اینجا قایم کنیم. بعد خلاصه برنامه ما قرار بر این هستش که به خواست خدا روزهای دوشنبه ساعت 8:30 شب، روزهای یک شنبه 12 ظهر، و روزهای جمعه هم بازم 8 شب. پس جمعه 8 شب، یک شنبه ظهر 12 و دوباره دوشنبه هم 8:30 ما در خدمت شما هستیم. با ما تماس بگیریم، به ما بگین که برنامه ما رو میبینید یا نمیبینید. ما در این روزهای اول اصلا خبر نداریم، نمیدونیم که دوستان ما رو کجا دارن میبینن نمیبینن، و هنوز به قول معروف مطمئن نیستیم که آقا آتیش رو بدیم دمش یا ندیم دمش. نم بریم یا آتیش کنیم. خلاصه داستان رو شروع بکنیم و یواش یواش بریم جلو. تو این یکی دو روزی که اومدیم برنامه داشتیم اینجا، یه مقدار ریویو کردیم، یه مقدار صحبت کردیم، یه مقدار تاپیک داشتیم، و همینجور که داستان همیشگی شوی پرچونه بوده، این دفعه هم به همون نحو رفتیم جلو. فقط ما خیلی دوست داریم که فیدبک شما رو ببینیم در مورد حضور پرچونه در تلویزیون KAFG که در واقع اولین تلویزیون اینترنشنالی هست که شوی پرچونه توش بوده. قبلا فقط تلویزیون ایرانی بودیم، الان تلویزیون میکس هست از میدل ایسترن، امریکن اند پرژن، افغانی اند سو آن. دوباره که رفتیم، خب دوستان عزیز، شماره تلفن هایی که تو صفحه میبینید، شماره تلفن، بذار من کم کنم که اونایی که اشتباهی به اینکه شماره زنگ میزنید صدا ندید. خب شماره تلفنی که این طرف میبینید شماره تلفن استودیو هست. شماره ایست که شما هست همین الان میتونید تماس بگیرید با شوی پرچونه. لایو هستیم، ساعت 8:30 شب جمعه شب هست، و شما تلفنی که سمت راست مانیتورتون می‌بینید شما تلفن ادورتایزینگ و تبلیغات در شوی پرچونه هستش که شما میتونید تماس بگیرید و در مورد تبلیغاتون در شوی پرچونه با هم صحبت بکنیم. تبلیغات در شوی پرچونه بسیار بازش داغه، همیشه بوده و به لطف شما ادورتایزرها برقرار بوده شوی پرچونه همیشه، و انشالله که بازم باشه. با این شماره در سمت راست تلویزیونتون تماس بگیرید. شما برای تبلیغات از بیزنس هایی که مستقیما در شوی پرچونه و
برای ساپورت شو پرچونه و بعدم برای ساپورت خودشون، بخاطر اینکه شو پرچونه برنامه‌ای بسیار پرحرارت و پربیننده و این رو ما از روی استاتستیک وبسایتمون میتونیم به شما بگیم و هر موقع خواستید مدارک و داکیومنتاش هست که ما علکی حرف نزده باشیم. بسیار این شو به این صورت هست و تبلیغات در شو پرچونه بسیار مفید برای بیزنس شما خواهد بود، چون هم تو تلویزیون لایو دیده میشه، هم تکرار میشه، هم تو وبسایت پرچونه این شوها پخش میشه، که البته اگه به وبسایت پرچونه.com که میبینید اینجا هست برید، در قسمت میدیا سمت چپ مانیتورتون چند تا عکس هست به این ترتیب چیده، یکیش میگه میدیا، کلیک میکنید روش و شوهای قبلی رو میبینید، هم اونجا آگهی های دوستانی که آگهی میدن دوباره اونجا پخش میشه در حین شوها به همین ترتیب تلویزیونی، و همین که دوستان دیگه راجب شما هم اینقدر حرف خواهند زد که فقط به آگهی نیست. به هر صورت سروایوال شو و سروایوال هر تیوی و تلویزیونی از رو آگهی هستش و ما هم به همین ترتیب مستثنا نیستیم. پس این شماره، شماره ای که من دوست دارم شما زنگ بزنید و راجب تبلیغات با من صحبت بکنید. و اما بریم داستان امشب پرچونه رو با هم دیگه شروع بکنیم. و این چیزی نیست داستان امشب مگر درس بزرگی که من از خانواده خودم یاد گرفتم و از پدر مادر عزیز خودم. من این درس رو با شما شیر میکنم. رفتم نامرئی شدم و اون درسی که یه مقدارم مربوط میشه به مسئله تلویزیونای سیاسی و تلویزیونها و مسائل سیاسی که تلویزیونها مطرح هستش، مسئله بله یه دقیقه رفتیم کار داشتیم برگشتیم نمیدونم تا گذاشت شنیدین، ولی خلاصه یه درسی بود که پدر مادر بنده به من دادن و بنده همیشه این درس آویزه گوش بنده است و اون درس در سه کلمه خلاصه میشه. حاضرین؟ شاید خیلی شما این درس رو بدونین، شاید خیلی شما هم به خاطر اینکه درس رو نمیدونستین زندگیتون به چاله های عمیق و خیلی صعب العبوری افتاد. این درس سه کلمه ای عبارت از یک جمله امری در زبان فارسی، جمله امری سه کلمه ای هست. حاضرین؟ درس این آقا خره هیچکس نشو. سه کلمه زندگی رو برات بهشت میکنه. خره هیچکس نشو. خر که معلومه، هیچ کس، این هیچ کس هست که ما مشکل داریم تو فهمیدن کلمه هیچ کس. ما مشکل داریم به خاطر اینکه نمیدونیم هیچ کس شامل کی میشه، با اینکه فکر میکنیم خره هیچ کس نباید شد، هنوزم بازم خره بعضی ها میشیم. چرا؟ چون معنی این هیچ کس رو نفهمیدیم و بعدم نشو. قبل اینکه برم توضیح بدم سراغ این قضیه که گفتم، بعد دوست به دوستان عزیز عرض بکنم شوی پرچونه شوی کانتروورشال هستش و این شو برای همه نیست و ممکنه همه رو خوشحال نکنه، ممکنه همه رو ناراحت نکنه، ممکنه همه نخوان، ممکنه همه بخوان. این اصلا یه چیز عمومی نیستش که بگیم که آقا، یا چیز توتال نیست، جامعه نیست که بگیم آقا این برنامه مال همه است. هیچ برنامه مال همه نیست. شوی پرچونه با توجه به فرمولش، با توجه به لحنش، با توجه به سیستمش و با توجه به در واقع صریح بودن و استریت فوروارد بودن و بدون شیرپیره، بدون شوگر کوت، بدون بادمجون دور قابچینی و بدون خلاصه رنگ و لعاب بی خودی، چون ما حرف اونو میزنیم،
این حرفا بعضی خوششون نمیاد. برای بنده هرگز مهم نبوده در طول این 7 سال گذشته، هنوزم مهم نیست، تا روزی هم که زنده باشم مهم نیست که حرفای من برای مردم خوششون میاد یا نمیاد. حالا یا شو دارم یا ندارم، من همینجور هستم. برنامه شو پرچونه رو من از قبل نمی نویسم، از قبلم تنظیم نمی کنم، مشورت هم نمی کنم، ادیت هم نمی کنم. مشورت می کنم با منجر شو گایقات، ولی بخوایم که بگیم مشورت کنیم بگیم حالا اینو بگیم یا اینو نگیم، از کسی اجازه بگیریم، هرگز اینطوری نبوده. به خاطر همین بوده که حرارت شو پرچونه هر غیر قابل تطبیق آن مچ بوده، هیچ کس هم نتونسته تالا کپیش کنه. به خاطر اینکه برای من مهم نیست که خوشش میاد که خوشش نمیاد، ولی شما دوستان عزیز که بیننده تلویزیون هستید، اینم توجه داشته باشید، تلویزیون نه یه حزب نه یه مدرسه است، تلویزیون یه بیزنسه. شما داخل هر بیزنسی که میشین میبینید چیزهای مختلف داره فروخته میشه. شما یه چیزهای، بعضی از چیزهاش خوشتون میاد میخرید، بعضیش خوشتون نمیاد نمیخرید. یک مغازه‌ای که یه چیزایشو خیلی دوست دارید، از یه چیزای دیگه به خاطر قیمت بدی که داره اونجا رو اون چیزا میده شما فایصله میگیرید. مثلا فرض کن شما میری فروشگاه رفس، خیلی دوست داری فرض کن آب گریپ فروت بخری، قیمتش بهترین جای تو دنیاست فرض میکنیم، ولی پهلوش انگور گذاشته یک دلار در پاوند گرونتره. شما پس یه مغازه رو دوست داری، در این معنی همه جاش دوست داشته باشی. شما هم که یک تلویزیونی رو نگاه میکنید، در این معنی نشده که تلویزیون برای شما پخش میشه، در دلیل برای نشده که شما همه برنامه های تلویزیون رو دوست داشته باشی. به خاطر همین موضوع شما هر برنامه که خوشتون نمیاد سعی کنید نگاه نکنید. اگر لحن برنامه، اگر موضوع برنامه، اگر اگر آتیش و فشار و حرارتی که توش هست، اگر طریقه همونجوری که گفتم لحن یا طریقه گفتنش به نظر شما خوب هست نگاه بکنید، خوب نیست نگاه نکنید. با هیچ شکایتی خودتون رو دردسر ندید، چون هیچ فایده‌ای نداره. اینجا آمریکاست، اینجا نه تهرانه، اینجا نه مشهد، نه همدان، نه کابل، نه پیشاور، نه هرات، نه بندرعباس، نه هیچ جای دیگه دنیاست. اینجا آمریکاست، طبق قانون اساسی آمریکا اصل اول قانون اساسی آمریکا فریدم اف اسپیچ، تا اونجایی که میشه به آزادی دیگران لطمه نخوره، حرف شما آزاد است، برای شما آزاد برای گفتن حرف. خب پس خواهش میکنم بدونید که برنامه پرچونه احتمال داره که با برنامه قبلی که شما دیدید یا برنامه بعدی که خواهید دید یه خود فرق بکنه. به خاطر این میگم که شما با آرامش ببینید برنامه رو. اگرم با آرامشتون به هم میخوره و شلوغ میکنید، من بیشتر خوشم میاد که زنگ میزنید، ولی اگر اساسا میبینید داره ناراحتتون میکنه نگاه نکنید. ولی من میدونم شما نمیتونید نگاه نکنید. حالا بریم سر حرف اصلی خودمان. آقا من زندگی بسیار 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 خوبی دارم. یکی از عالی ترین زندگی هایی که من در طول این سالیانی که زندگی کردم دیدم زندگی خودمه. یادتون باشه پیرنم رو $6.75 خریدم، از میسیز خریدم دیروز. منظور من این نیستش که من آدم پولداری هستم یا آخرین مدل اتومبیلی که شما داره چشم دارتون واسش میره من دارم، نه، یا همون خونه ای که شما داری خودتو میکشی 8 شیفت کار میکنی و پوست کرت کندی میخواد داری پیمنتشو میدی، هر شب هم تا خرخرت قلبت میاد و برمیگرده که قیمت این خونه داره بالا پایین میشه، مورگیج چه چیکار کنم، حالا بانکراپسی فایل کنم یا حالا برم فورکلوزر بکنم، حالا به اینشورنس چیکار. از اون خونه ها من ندارم، ولی زندگی من زندگی بسیار زیباییه، به خاطر اینکه بنده این درس 3 کلمه ای رو یاد گرفتم. درس چی بود؟ 3 کلمه است: خره هیچ کس نشو. اینه ها، دنبال روی هیچ کس نشو، منتها دنبال روی کسی که تو دلشو نمیدونی چیه رفتن و شدن، یعنی خره اون آدم شدن. چرا؟ چون خر خوبیش اینه که سوارش میشن در هر جهتی میخواد میره و با صلابت میره و محکم میره و گویا و با راه میره. وقتی رسیدم به اونجا افزارش میمندم میرم تو میمونی. وقتی سوار خر شدن و رفتن رسیدم به یه جایی و
رفتم تو مهمونی، همه مهمونا رو نمیارم بیرون دور خرجم بشن، باهاش خود بازی کنن، نوازشش کنن، غذا بدن، از غذاهای خوبی که اون خونه درست کردن بیان به این خرم بدن. بعد دیگه رسیده اینجا، اگه هنوز راهی برای رفتن هست یه یونجایی هم بهش میده، بعد دیگه کاری با این خره نداره، خره رو کارش نداره، یونجه هم بهش نمیده که هیچی، میفروشه یه پولی هم بسازه از روش، میگه خرم دیگه لازم ندارم بفروشم. خب در نتیجه خره هیچ کس نشو. برای توضیح به این دوستان عزیزی هستش که میخوان نگاه کنن به تلویزیونا و یک مسیر سیاسی رو از توی تلویزیونا بفهمن، این مسیر سیاسی وجود نداره. این همه داستان هست، این همه حرف تو تلویزیون سیاسی. ببخشید اونجا صدا میاد، من نمیتونم حرف بزنم. ببخشید، الو، معذرت میخوام، اونجا صدا میاد، من نمیتونم حرف بزنم، ببخشید. این همه بحث توی تلویزیون های سیاسی هستش، میگن آقا تلویزیون های سیاسی الان اینو گفتن، الان فلان گروه شروع کردن دارن یک انقلابی رو میان مطرح کردن تلویزیون سیاسی. تو تلویزیون سیاسی هیچ اتفاق نمیفته، همه آدم های مهم و اونایی که کاری هستن در امر سیاست و واقعا سیاست مدار هستن خوب میدونن که تو تلویزیون های سیاسی هیچ از تلویزیون های سیاسی اتفاقی نمیفته، فقط باعث عوام فریبی مردم ساده دل و ساده لوح میشه. در نتیجه من همیشه میگم به دوستانی که زنگ میزنن به من، دفعه پیشم همینجا یه آقای زنگ زد برام، گفتش که این همه تلویزیون های سیاسی ایرانی دارن مسائل سیاسی رو مطرح میکنن و میخوان ایران رو نجات بدن، چرا تلویزیون های سیاسی افغانی کاری نمیکنن، چرا مسائل در تلویزیون سیاسی من همش بیخوده، افغانی، ایرانی، هندی، روسی و نمیدونم چی نداره. هیچ حرکت سیاسی از جلوی تلویزیون انجام نمیشه، تلویزیون کارش درست کردن شو هست برای شما، شو. اتفاقا شوهای سیاسی که من میبینم در تلویزیونهای ایرانی هم پخش میشه و تلویزیونهای غیر ایرانی هر جا، بهترین شو هست، شوی راجع به مسائل سیاسی. یه نفر میاد هرس میخوره، خود داد میزنه، بعد هم میگه همه مردم بیان تو خیابون وایسن، لچک به سرشون ببندن، یا این ساعت کسی از اون خیابون رد نشه، یا مثلا چراغ های ماشین رو روشن کنین ساعت 7 شب، نه مثلا مردم چراغ ماشین رو 7 شب روشن نمی کنن. بعد از اینجور حرفا گوشه نفر نشستن و یک دو نفر رو ویلچر نشستن و از اونایی که اومدن از کشورشون بیرون و یا آواره شدن و یا فراری شدن و نشستن اونجا، آره راست میگه، راست میگه، دندونش میفته دروگم، راست میگه، آره از زنگر، الو، ما با شما هستیم، ما پشت شما هستیم، من خیلی برنامه شما رو دوست دارم، بسه برم آن پولمو بزنم برگردم. از اینجا حرفا شو هستش. مثلا جوون ها و سنین بین 15، مثلا حالا بریم از پایین شروع کنیم، مثلا 6 سال و 5 سال تا سن 10-12 سال، اینا برنامه کودک دوست دارم ببینم، باید برنامه کودک داشته باشیم. از 15 و 14 و 15 تا 21 و 22 اینا برنامه نوجوانان هستش، موزیک های همین آتش خالی بی سر تایی که نمیدونم فلان میذارن واسه بچه ها و 4 تا فعالیت های معمولی بچه ها دوست دارن و یه مقدار کارتون های سافیستیکیتد تر و یه سری گیم های خود های لیول تر، بچه پا پیشدن اونزا 20 به بعدم دیگه خب حالا یا موزیک دوست داره یا فوتبال دوست داره یا ورزش دوست داره یا هر چی، اونا رو واسش میذارن. وقتی سنش اینا هیچ کدومشون به سیاست کر نمیکنن، اهمیت نمیدن، از 23-24 هم تا 35-40-45 هم که دیگه تو کار زندگی خودش هست، اونم به سیاست کار نداره. شوی سیاسی اصلا از اونجایی در اومد که جامعه آواره ایرانی وارد آمریکا شد و یهودید که مثل که این دوربینه مثل که آزاده، گله تو شلیک نمیشه، خون نمیریزه، خانواده تو قتل عام نمیکنن اگه بیای یک خود حرف بزنی، مثل که اینجا آزاد همه چی. بعد شروع کردش که به شکایت های خودشو و عصبانیت های خودشو جلوی این دوربین گفتن. خیلی ها فکر میکنن این برنامه ها سیاسیه، در حالی که این برنامه ها سیاسی نیست، اینا یه سری شو هست در مورد مسائلی که اونا دلشون ازش ناراحته. و بیننده اینا هم همون کسایی بوده که با این گروه افراد رونده شده و آواره شده و الان در بهترین جای دنیا نشسته
و پلیس آمریکا داره ازش حفاظت میکنه، اونم هیچ کاره است، اینم نشسته و نفس خودش میره بیرون گردش میکنه و پارک و یه سگ میگیره دستش میبره خیلی دور میزنه و میاد و کاری نداره میشونه داره. بله مسئله سیاسی، مسئله سیاسی نیست، مسئله فقط شو هستش و شما هم هرگز نباید دنبال این قضیه رو بگیرین از لحاظ معنی و مفهومش، بلکه فقط شو هستش. شما فکر میکنید مثلا فرض کن شما که بیننده تلویزیون سیاسی هستین، فکر میکنید که هیچ حرکت انقلابی و یا هیچ حرکت سیاسی که با ارزش باشه و درست باشه و معنی دار باشه از جلوی دوربین میاد شروع میشه. مثلا فرض میکنم بگن که بله دوستان بیننده شو، حالا طرف دادم میزنه، مثلا انگار توی خرچنگ تو جیبش انداختن، یه دادم میزنه که فریادم میکنه که بیاین حرکت کنید، اونجا رو نجات بدید، اینجا رو خراب کنید، بیایید بنشونید اینها رو سر جاشون، این فلان رو. فکر میکنی که این سرصداها اگر چیزی واقعی بود از جلوی دوربین شروع میشد؟ هیچ آدم احمقی هست که بیاد بره یه نفر بگه که حواستو جمع کن فردا ساعت 3:30 من میخوام با یه چوب بیام از این زاویه محکم میخوام بزنم به اینجای دستت 3:30 و درست موقعی که شما داری از رو پله های پشت ساختمون میای پایین طرف ماشینت، به منزی که پله آخر رو رد کردی، درست 3:30 من میزنم. هیچ احمقی تا حالا اینجوری کسی رو تهدید کرده؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر حرکتی بخوان انجام بدن از جلوی دوربین که ادورتایز نمی کنن. این تلویزیون ها بیزینس ادورتایزینگه، همه تلویزیون ها، هر تلویزیونی که شما نورش رو میبینید از جمله همین تلویزیون که AFG بیزینس ادورتایزینگه. یعنی کار ما اینه که شما رو بنشونیم جلوی دوربین و بعد به شما آگهی بفروشیم. اگه تلفن داریم، اگه این تلفن ها مال ماه، لطفا به ما خبر بدین که بگیریم. قطعه یکه باش. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زویر هستیم. الو الو سلام علیکم، بفرمایید، با بهروز زویر هستیم. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. حال شما؟ امیر هستم. بفرمایید امیر جان، رو ایر هستی، با بهروز بفرمایید. حالا من راجع به مسئله که شما داشتید و میفرمودید یه نظریه داشتم. والا ما چند وقت این کانال ایرانیو که نگاه میکنیم همیشه صحبت از این میکنن که آره شورش کنید و خیلی جالب زمان خاص میدن که آره بیایید حرکت کنید. به نظر من خیلی از این حرکت ها اگه بخواد انجام بشه بهتره که درونی باشه و معمولا پالیتیک مخصوص انجام بشه رده دهن این که بیان روی اشه به همه بگن که چیکار میخوام بکنن و چه زمانی همه با همدیگه جمع بشن و این کار مخصوص رو انجام بدن. همین به نظرت این کار جوک نمی کنه؟ واقعا یعنی کار مسخره که اصلا هیچ هدف و هیچ یوسفولنسی برای اکتیویهاشو نخواهد داشت. خب حالا اگر یک کسی قدرتی داشته باشه و بخواد حرکتی انجام بده، ترجیح نمیده که بره با کسایی که این قدرت دارن و کسایی که ساپورتش میکنن و اسپانسرش میکنن شروع کنه به حرکت کردن، نه به اینکه داد و فریاد کنه جلوی تلویزیون. دقیقاً. حالا به کشور انگلیس نگاه کنیم، به کشور آمریکا نگاه کنیم. کسایی که پالیتیکشون رو انجام میدن هیچ وقت پابلیک نمیدونه که دارن دقیقاً چیکار میکنن. بله. اون سکیوریتی لول خودشون رو دارن. بله. و باید مراحل خاصی هست که باید انجام بدن. و اونا هستن که دارن کار واقعی رو انجام میدن. به نظر من اگه کار واقعی میخواد انجام بشه باید به اشخاص درست بره و به مراحل خاص و درست انجام بشه. بله، کار واقعی هم امیر جان شما 20 سال دیگه تو کتاب میخونی که چی بود، کی رئیسش بود، کی ساپورتش کرد و از کجا انجام شد. دقیقا. اون کتابی هم که وقتی 20 سال دیگه مینویسن یکی از آدمایی که اتفاقا کشته نشد و سرش زیر خاک آب نرفت، بعدن در یکی از کشورهایی که فرار میکنه یه جایی مخفی میشه در سن 80 سالگی، اون اطلاعاتو توی کتاب مینویسه.
دقیقاً درست. هیچ کدوم از این کتابا هم نه، اگه بخوای بخوب مثلا مسائلی که CIA مثلا برملا میشه، جنایت ها یا مثلا چه میدونم، حالا جنایت اسمش نذاریم، برنامه ها، توطئه ها یا پلان هایی که فرض کن سیاسه CIA یا KGB یا موساد یا هر ضد جاسوسی دنیا که انجام میده، این برنامه ها رو که شما کتاباشو که میخونی که در 30 سال پیش انجام شد، هیچ جاش تا حالا خوندی که این برنامه قبل اینکه اجرا بشه در کانال NBC راجبش صحبت شد؟ هیچ وقت. پس این حرفا همش مسخره بازیایی برای گول زدن مردمه. دقیقاً، من به نظرم دارم وقتشون رو هدر میدم به جای اینکه این انرژی بذارم به اینکه انقدر به نظرم یه شعافه که از اون صحبت کنن، آره ما شعاف میکنیم، ما این کار رو میکنیم، ما اون کار میکنیم. آره. به نظرم واقعا اکتیو باشم، من واقعا کار واقعی انجام خب آخه ببین، خودشون هم میدونن که کاری نمیشه انجام بدن، و اون سیستمایی هم که اینا بر ضد و علیهش دارن تبلیغات سیاسی میکنن، اونا هم واسه اینا اهمیتی قائل نیستن. اونا میگن چقدر اینا کیوتن، چقدر خنده‌دار این شوها. خب مگه اینا هی داد نمیزنن که آقا اونا تروریستن یا فلانن؟ خب اینا که تروریستن، اینا که ساختمون میارن پایین، اینا که آدم میکشن هزار، چرا نمیگن یکی از اینا رو بکشن، یکی از این تلویزیونیا رو؟ پس معلومه که از دید اونا اینا کیوت و نازنازی هستن، فلافی هستن، اصلا ارزش این که بجوشون حرف بزنی ندارن. به نظرم بیشتر شبیه کامیدی شو براشون وقتی این کانال رو نگاه میکنم. آها، منتها یه مسئله هستش، اینا از این برنامه استفاده که میکنن که آدم های ساده لوح رو که فکر میکنن که با نگاه کردن به یه شوی تلویزیونی مسائل عوض میشه، اینا رو مجبور میکنن که بیان پول بدن، خود ریزه پول بدن، و یه سری آدم افرادی که این وسط میخوان تبلیغ بکنن میان واسه این شما تبلیغ میکنن و پول در میارن. دقیقاً، کاملا موافقم. دعوا سر لاف مولا شنیدی؟ بله. میگن دعوا سر لاف مولا است، میدونی؟ بله بله شنیدم. آره، این داستانش آقا. دقیقاً، ایرا فایز. اگزاکتلی. اگزاکتلی. من می‌خواستم نظرات هم منم بگم که واقعا با حرفتون موافق هستم. حالا از طریق ایمیل بیشتر باهاتون تماس بگیرم. قربونت، برام ایمیل بفرست porchun.com، برو ایمیل بفرست، تلفن ما هم که سمت راست تصویر می‌بینی اون تلفن ما هست، با ما تماس بگیر، بیشتر و خوشحال میشه. ممنون، مرسی از برنامه‌های واقعا مفیدتون. قربونت برم، مرسی، متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، داستان سیاسی و تلویزیون سیاسی خنده‌دارترین جوکی هستش که بنده تا حالا شنیدم، و شو خوبه، داشتن شو اشکال نداره، ولی شما جدی نگیرید. یه سری آدمایی بودن که مثلا فرض کن یه نفر توی فیلم قدیما اتفاق می‌افتاد، یه نفر توی فیلمی نقش دزد و قاتل بازی می‌کرد، مثلا میرفت هنرپیشه اصلی فیلمو میکشت که مثلا اینا خیلی دوست داشتن، هنرپیشه معروفی توی فیلم بازی میکرد، اون هنرپیشه رو یه نفر میکشت، بعد اون شخصی که نقش اون جانی رو بازی کرده بود و این هنرپیشه رو کشته بود، یا یه دختر خوشگلی تو اون فیلم بازی میکرد که عاشق بود همش اینجوری میکرد، اون دختره رو کشته بود، این آدم وقتی تو خیابون میدن مردم میزدنش. اونا هم اینقدر جدی گرفته بودن اون فیلمو که از اون شخصی که نقشش رو اجرا کرده بود و مثلا زده بود کشته بود کسی، هنرپیشه اول یا دوست دختر هنرپیشه اول، بیرون میگرفتن کتکش میزدن. از نسل اون آدمایی که هشایر جدی میگیرن الان هم مشتری شوهای سیاسی تلویزیونهای سیاسی هستن. آگاهی دادن به مردم اشکال نداره. مثلا فرض کن نفر بگه آقا رژیم مثلا فرض کن ایران در اینجا این کار کرده، یا رژیم مثلا از عراق این کار کرده، رژیم پاکستان، افغانستان یا روسیه یا چه میدونم دبی یا کویت یا هر جای دیگه این کار کرده، این کار کرده، این کار صحیح نیست، این کار اشتباه بوده، این کار جنایت بوده، این کار نکرد، این کار باید میکرد، این کار نمیکرد، من نسبت به این اعتراض دارم. اینا خوبه، اینا موضوعاتی هستش که برای مردم گفته میشه، همش هم راست و دروغش هم قاطیه، ممکنه حالا درست باشه، ممکنه غلط باشه، شنونده فقط باید به معنی یه شو به این توجه کنه. ولی اینکه آقا ما میخوایم جنبش بکنیم و حرکت کنیم، شما بیاید بپیوندین هم شما حسابشه، you really really gotta have lost it که برید به اونا پول بدین، یا مثلا این تلویزیون سلابتداری هست، سیاسیه، یه کاری بکنه ما رو آزاد کنه. آزاد کنه چیکار کنه؟ مثلا از بیولی هیلز یا از لس آنجلس یا از وودلند هیلز بلند شی بری کجا؟ آزاد بشی. آزاد هستی، حواست نیست.
بریم آقا چند تا آگهی ببینیم. دوستانی که بیننده شوی پرچونه هستن تو شوی ما تبلیغ میکنن، ما ازشون متشکریم که حمایت میکنن شوی پرچونه رو، و کسایی که میخوان ملحق بشن و عضو گروه تبلیغات پرچونه بشن باز هم میتونید به این شماره با ما زنگ بزنید و به ما اطلاعات بدیم و ما شما توضیح بدیم که چجوری میتونیم هم یک کلیپ آگهی مجانی به شما تقدیم کنیم، هم یک اینترویو مجانی به عنوان بونس برای شروع کارتون با ما. 818-667-6907 با این شماره تماس بگیرید. مدرسه گیتار نیروان که الان آگهیش رو ببینید، یک گیتار مجانی برای کسانی که در محدوده لس آنجلس و اورنج کانتی و بیگ ویسینیتی آف الی کانتی اگه بخوان کلاس های گیتار داشته باشن، یک گیتار مجانی و آمپلیفایر به مناسبت عید نوروز تقدیم میکنه. با ما باشید، چند دقیقه دیگه برمیگردیم. موسیقی راک و هیوی میتال اونقدر هم گرم نخواهد بود. گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر ردی که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. به موز پاپ شیر یک گیتار الکتریک یا آکاستیک به تمام منجونیان هدیه میدهد. 1-866-762-5846. موسیقی راک و هیوی میتال اونقدر هم گرم نخواهد بود. گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر ردی که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. به موز پاپ شیر یک گیتار الکتریک یا آکاستیک به تمام منجویان هدیه میدهد. 1-866-762-5846. بله، مدرسه گیتار نیروان همجور که خدمتون اعلام کردیم، یک گیتار مجانی برای دوستداران گیتار و کسایی که کلاس های خصوصیشون رو در مدرسه شروع کنن در نظر گرفته که به عنوان هدیه میده، که این طبق معمول برنامه همیشه ای ماست، ولی به مناسبت نوروز یک آمپلیفایر هم به پکیج اضافه شده و برای کسانی که در این برنامه شرکت کنن و بخوان درس گیتار مجانی بگیرن، ببخشید درس گیتار بگیرن، یک گیتار مجانی هم ما هدیه میکنیم و با شماره تلفن 866 راک تایم با ما تماس بگیرید. حتما به شما شرایطش خواهیم گفت. در مدرسه گیتار نیروان معلمانی هستن در سبک‌های مختلف و در سطوح مختلف، پس شما هر سبکی که مینوازید و یا میخواید یاد بگیرید یا تجربه دارید، یه سال، دو سال، پنج سال، 6 سال، 10 سال، نمیدونم چقدر تجربه دارین تو گیتار، اگه میخواید تکمیل کنید، بهتر کنید، باز هم معلمان با تجربه هستن که شما تدریس میکنن، و یا اگر میخواید شروع کنید به هر صورت همون معلم ها در خدمت شما هستن. 866 راک تایم و یا به همین شماره تلفن تماس بگیرین، ما با شما رو در تماس با معلم ها میذاریم. خود بنده هم یکی از معلم های همین گروه هستم. حتما پرژن راک رو که شنیدید، پرژن راک در واقع گروهی هستش که ما تشکیل دادیم و برای اولین بار راک ایرونی، نه راک فارسی، راک ایرونی برای اولین بار، چون راک فارسی قبلا بوده هست، شما شنیدید اسمای گروه هایش هم هستن که راک میزنن، فارسی میخونن، راک فارسی بوده، ولی راک ایرونی که داستان مفصلی هست اون رو در واقع ما پرژن راک برای اولین بار در واقع به صورت پکیج داره ارائه میکنه، که تنظیمی است از موسیقی ایرانی با سبک راک. حالا دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم سراغ داستان خودمون. کماکان من منتظرم که ببینم بیننده های تلویزیون KAFG از کجا دارن شوی پرچونه رو میبینن، و من نمیدونم که بیننده های شوی پرچونه با تماس هایی که ما باشون گرفتیم و ایمیل هایی که فرستادیم و آگهی هایی که بهشون دادیم پیدا کردن شوی پرچونه رو در تلویزیون KFG یا نه. به خاطر همین فرصت خوبی هستش که یه ریپورت به ما بدید که از کجا دارید شوی پرچونه رو میبینید. الان این تلویزیون، این تلفن ها باز هستش و شما میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن 818-757-0526، این تلفنی که در اینجا میبینید، اگه شوی پرچونه رو پیدا کردین در اینجا و ایمیل به شما رسیده به ما خبر بدید که
ما هم خوشحال بشیم که شما هم ما رو پیدا کردید. بر ساعت هفته های اول برنامه رو میگذارنیم و انتظار همین هستش که ما ترافیکمون هنوز شیفت نکرده و بتونیم یواش یواش بیننده ها رو با جای جدیدمون آشنا کنیم. بر ساعت تلفن ها باز هستش، اگه شوی پرچونر میبینین یه خبری به ما بدین، ما هم خوشحال میشیم که شما دارید شوی پرچونر میبینین. In the meantime من شروع میکنم به ورور زدن طبق معمول. بله، عرشت که مسئله سیاسی و تلویزیون های سیاسی بود. اولا که حالا تلویزیون ها به جای خود، تلویزیون ها که اصلا it's out of question. اون درسی که گفتم خانواده من به من دادن، یه درس سه کلمه ای که گفته خره هیچ کس نشو، یعنی نه دنبال روی هیچ کس بشو، نه بذار کسی رو کولت سوار بشه به هدفش برسه. نمونه شو میبینید تو تمام کسایی که توی زندان های سیاسی هستن، دست و پاشون قطع کردن، از شکنجه ناقصشون کردن، خانواده شون به هم خورده، دوچار مسائل بسیار سنگین روحی و فکری شدن، حالا سوای مسائل جسمی که که زندگیشون تا آخر عمرشون براشون تلخه. که چی بوده؟ دنبال روی یک شخصی بودن یا یک گروهی بودن یا یک سیستمی بودن که اون سیستم به جز سوار شدن از رکول اینا هیچی ازشون نمیخواسته. در نتیجه اون سیستم اینا رو فرستاده جلو، اونا یا کشته شدن یا اینکه گیر سیستم مخالف افتادن که اون تو هم یه مش احمق دیگه داشتن به یه مش آدم، به یه سری آدم خیلی اینتلیجنت دانای پولداری که قایم میشن پشت صحنه و اینا رو میستن جلو داشتن به اونا سرویس میدادن. این دوتا احمقا رو با هم دیگه جنگیدن تا میتونستن از هم دیگه کشتن و بعدش هم تا میتونستن از هم دیگه اسیر گرفتن و انتقام گرفتن از هم و ریپ و تجاوز و فلان اینا، که البته بعد مسائل بعدیش هم پشت سرش میاد وقتی که حالا شما واقعا اگه نخواهید دنبال روی کسی هم باشین، وقتی تو شهر خودت نشستی حمله میکنن بهت و شهرت رو میخوان داغون بکنن و خونت رو خراب میکنن، خب تو هم باید بلند شی بجنگی، پس تو هم ملزم میشی میجنگی. وقتی میجنگی دو نفر رو میکشی، اونام دو نفر دیگر رو میکشن، کشتن اون از این و کشتن این از اون دیگه قضیه رو از اون چی که درایو اصلی این حرکت بوده و یا این جنبش بوده یا این شورش بوده، اون قضیه دیگه فراموش میشه. فقط دیگه میونه مسئله انتقام گرفتن من از کسی که اعضای خانواده منو کشته، و این مثل یه آتیشی مونه که به نفت یا بنزین بندازی، جرقه اول زدنش و رسوندن آتیش به تانک بنزین اون انرژی میخواد، وقتی آتیش انداختی دیگه آتیش خودش میره. یه احمقی از اون بر میاد، یه احمقی از اون بر با هم دعوا میکنن یا بزن بزن میکنن، یه بلای گندهی سر هم دیگه میارن، یه کسی رو تجاوز میکنن به یه کسی در فامیلش یا یکی رو میکشن، دیگه قضیه فراموش میشه که این دیگه برای مطامه اون شخصی که اومده بوده نمی جنگه، این دیگه بر می جنگه که انتقام بگیره، می جنگه که مسئله شخصی شده دیگه. اینجا کی لذت میبره؟ همون شخصی که ابتدا به ساکه این دو نفر به جلوی هم دیگه قرار داد. این دو نفر بعد 30 سال 25 سال که از اون جنگ و از اون دوران گذشت، نشستن تو کافی شاپ دارن نگاه میکنن به مردمی که رد میشه و پیش خودشون میگن این همه ما جون کندیم، این همه ما زدیم و کشتیم و پامو از دست دادم و فلان اینا. این دختره که الان اونجا لباسش رو شبیه دختره امروزی کرده، شلوارش هم انقدر کشیده پایین که شورتش معلوم باشه، بعد داره راه میره فکر میکنه مدل جدیده، این دختره اصلا میدونه؟ این پسره که الان موهاش سیخ سیخی کرده میدونه؟ نمیدونه که. و حالا نگاه میکنه ببینه بریتنی اسپیرز چیکار کرد و جسیکا سیمسون چیکار کرد و اشلی سیمسون چیکار کرد و آشتن کوچر چیکار کرد و تموم شد رفت. کار میاد تو چیکار کردی؟ این وسط کی حالشو برد؟ همون کسی که تو نمیشناسی. این جدیشه تازه. غیر جدیش هم که دیگه نگاه کن جلوی تلویزیون های ماهواره‌ای. تلویزیون ماهواری اگر انقلاب کن بود اول پول خودشو میداد. شما فکر میکنید انقلاب یا حرکت های سیاسی در دنیا چجوری انجام میشه؟ یا آدم بیکاری که حوصله‌اش سر میره $200 میده به یه تلویزیون ماهواری یه ساعت میخره بیاین حمله کنین بزنین نجات بدین اینا فلان اینا اونجوری اینا ظالمن نجات بدین همه رو نجات بدین منم بیام بشم رئیس دوباره من سوارتون بشم. فهم می‌کنی
حرکت‌های جنبش‌های بزرگ از اینجا حرکت‌های سیاسی تو دنیا و انقلابا و این تغییراتی که در سیستم‌های جهانی به وجود میاد، اینا همش توسط کله‌گنده‌های دنیا که شما نمی‌شناسی کی هستش به یک دلیل بررسی میشه، که اینکه آقا اگه ما اینجا مثلا 40 بیلیون دلار خرج بکنیم یا 35 بیلیون دلار خرج کنیم، یه ناوگان بفرستیم اینجا اینا رو بزنن، اونا رو آتیش بزنن، اینو بکشن، اونو عوض بکنن، SP500 یا نزدک تو نیویورک چجوری ریسپانس میده؟ چون این کسی که تو هوایی نشسته که مغز پشت اون حرکتیه که داره اونجا یه سری بدبخت دارن تو ایران و افغانستان و پاکستان و این ورد تو خلیج و این ورد دارن میکشن، لط و پارت بو گن میگیره زیر آفتاب، این مغز اصلیش که تو هوایی نشسته یا تو نیویورک نشسته، این که واسه اون مسائل اخلاقی یا اسلامی یا دینی یا عرفی یا ملی واسه اونا که ارزش قائل نیستش، که این میخواد اینه که من پول خرج میکنم، مثل که به یه نفر بگه آقا 200 دلار به من بده، من برم دوچرخه بردارم، بوق بگیرم دستم، پشتم اسم بیزنس رو بنویسم، فوت کنم تو این بوق مردم که برگشتم من نگاه کردم اسم بیزنس رو ببینن، یا نگم که من یه 200 دلار من به این بدم انقدر مشتری میاد که من 200 دلارم در بیارم یا نمیاد؟ اون وقت میگه باشه بیا این 200 دلار، چون میگه من ساندویچ فروشی دارم، هر ساندویچ میشم 7 دلار، 3 دلار سودشه، از این 3 دلار سود یا مثلا 4 دلار سودشه، اینجا 200 دلار من با 50 نفر با ساندویچ بفروشم، اگه این یارو خودشو بکشه از صبح تا شب انقدر بوق بزنه که فتقش باد بکنه، من 50 نفر میبینن این منو، آره باشه به نه آقا 100 دلار بدیم، اونم میگه 60 دلار میگیره، باید حساب بکنه. اون طرف هم نگاه میکنه که وقتی من این ناوگان مثلا 30 بیلیون دلار خرجش میفرستم اونجا که یه کشوری رو رئیس جمهورش رو بکشن و عوض بکنن رژیم و 4 نفر دیگر رو بیارن بالا، نتیجهش تو استاک مارکت معلوم هست، من اینجا پول میسازم یا نمیسازم؟ من که مثلا مهم نیست که یه خانواده عراقی اونجا بمیره یا نمیره، یه دو تا ایرانی در بندر عباس مثلا فرض کن دختر کوچولیشون رو ریپ بکنن، اون که میگه واسه من مهم نیستش، که واسه من مهم اینم اینجا رفتن چی میشه، پولی من میسازم، استاک بالا میره پایین میره، کمپانی های تلکامونیکیشن چی میکنن، اون چی میکنه، این چی میکنه. کسی که اینجور سیستم داره نمیاد جلوی یه تلویزیون قزمیت ماهواره‌ای که هشتش جلوی نوشه هر سه روز یه بار آف ایر میشه نمیتونه پول رنت خودشو بده، بیاد 20 150 دلار بده یه ساعت بخره بعد عربده بکشه. خب سیستم اینجوری کار نمیکنه، یعنی هر کسی که فالو بخواد بکنه خودش هم نادونه، و چه واسه که از این نادونها بسیار سوء استفاده هایی میشه که دیگه چاره نیست، چون که بالاخره هر کسی اندازه فهم و شعور خودش تو این دنیا زندگی میکنه، یه نفری که نادونه و بدبخته و احمقه خب سوارش میشن، ولی خیلی از آدم ها احمق نیستن بلکه نادانن، یعنی نمیدونه قضیه رو، موضوع رو نمیدونه. وقتی موضوع رو بگن اون وقت میگن آقا جون نکن این کارو. سیستم های بزرگ وقتی میخوان یه حرکت انجام بدن از 4 تا دلشکسته و 4 تا عاشق خاک وطن استفاده نمی کنن عزیزان. سربازای مزدوری هستن که پول میگیرن، سیستم و پلیکوپتر و فلان اینا همه چی با بهترین تکنولوژی میرن کار انجام میدن برمیگردن، پیاده میکنه از اونجا ساعت 6:00 AM پیاده میکنه 6:15 تموم کار. حالا 4 تا سرباز هم اونجا کشته میشه، پولاش و اینشورنس و بیمش همه میدن به خانوادهشون، تموم میشه میره پس کارش. 4 نفر هم اونجا دهاتی و اونا هم کشته میشن، اونا هم واسه اینا مهم نیستن، میرن جلو کار قضیه تمومه. بعد حالا بیا خودتو بکش، برو سازمان ملل شکایت کن، بیا برو یونسکو رو جیغ و فریاد کن، بیا تابلو بگیر دستت جلوی ویلشر بولوار وایستا، این مسخره بازی عینک سیاه هم بزنی که تو رو نشناسن، مبادا تو رو بشناسن بعد دختر خالت ویزای آمریکا نگیره. این حرفای کار احمقانه ای که تلفن اگه مال منه به من بگین لطفا، مردم میگن حرفا نیست، سیستم کار خودش درست انجام میده. شما به عنوان شهروند یه جایی که راحت نشستی و داری زندگیتو میکنی، بهترین کار اینه که فقط عقب وایستی، نه کسی به حرف تو جلو میره، نه کسی به قدم تو درست میشه چیزیش،
نه کسی اگه تو همکاری نکنی زمین میمونه. اون کسی که قراره که سیستم رو انجام کار رو انجام بده، اون شخص کار خوش انجام میده، وابسته به تو هم نیستش که دلت میخواد بری یه گله بزنی تو کله اون کسی که 3 سال پیش به تو یه اخ میکرده و اون کار نره، اون با سیستم خودش میره جلو. این مثلا یه مش آدم بیکار نشستن تلویزیون سیاسی نگاه میکنن، میخوام ببینن مثلا بالاخره ایران بمب اتم داره یا نداره، بالاخره حمله از کجا به افغانستان میشه، یا در ترکیه کی بالاخره میخواد کیو بکشه. نه شوه. به خاطر همین باید خیلی 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 محتاط باشیم ما بیننده های تلویزیون های ماهواره‌ای و همچنین بقیه تلویزیون ها، و باید بدونیم که تلویزیون هایی که توی این سیستم هستن اکثرشون بیزنسمن هایی هستن که مثل بقالی و مغازه های دیگه تلویزیون دارن، و این چیزی اصلا متفاوتی با دیگه ساندویچ فروشی داشتن نیست. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز ویر هستیم. شب شما بخیر. شب شما بخیر. شما نقطه نظراتون رو در مورد وضعیت ایران و ایرانیان گفتین و خب خیلی هم قابل احترام هست. لطفه، مرسی. خودش محترم هست. مرسی. لو شما با این لایدی که کردین برنامه رو، نظرتون چیه که ایرانی هایی که عاشق ایران هستن، ایرانی هایی که دلشون برای ایران میتپه، برای خانوادهشون، برای مملکتشون، شما چه پیشنهادی دارین که این عاشقان دلسوخته، این کسانی که وطنشون رو از دست دادن، اشغال شده، چه کار باید بکنن؟ شما اون راه شما چیه؟ البته شما خیلی میدونین، میدونین که تکرار صورت مسئله هیچ کمکی به حل مسئله نمی کنه. همون که جناب عالی هم الان بسار کردین، تلویزیون ها 25 تا بیشتر از 25 تا تلویزیون ما الان داریم، هر کدوم هم داد میزنن، 30 سال هم دارم داد میزنن. بله. از ظرف این مدت تنها کاری که کردن همون صورت مسئله رو تکرار کردن. درست. اون نظرتون بفرمایین که باید ما چه کار بکنیم برای اینکه مثمر ثمر باشیم در آزادی کشورمون و در بهتر زندگی کردن اون مردم. سپاسگزارم. اصلا نه تشریف داشته باشین، اتفاقا خیلی حرف قشنگی زدین و میتونیم با هم صحبت بکنیم. اولا وقتی میفرمایید آزاد کردن، شنونده به این فکر میفته که اونجا آدم ها اسیرن، در حالی که کسایی که این حرف رو میزنن کسایی هستن که به دلایلی از لحاظ یا سیاسی یا اجتماعی یا هرچی به نحوی دلخورن و خوششون نمیاد از دولت یک کشوری که اونور هست. این بعدا معنیش نیست که همه اونجا ناراضی هستن، و گذشته از اون این معنیش نیستش که اونها طرفدار ندارن، و شاید از کجا معلوم که خیلی تعداد کسایی که اونها رو دوست دارن بیشتر از اونها باشه که اینها رو دوست ندارن. پس مسئله آزاد کردن رو من با عزیزتون یه خود واسم سخت فهمیدنش، میخوام بگیم که مناسب حال مثلا میگم مثلا مناسب حال شما کردن. خب این برای من بیشتر قابل فهمه تا اینکه بگیم آزاد بکنیم. متوجه عرض بنده هستیم؟ بله، فرماش شما رو من خوب میفهمم، ولی الان قبل از اینکه من حضورتون تلفن بزنم، جناب عالی در مورد نادانی و حماقت صحبت کرد. درسته. گفتین یه عده‌ای نمیدونن، و اونهایی که نمیدونن اگر بهشون گفته بشه خواهند دانست. درسته. اینها این گروه هستن. درست. ضمن که متاسفانه با عرض معذرت، با عرض عذرخواهی، کسانی هستن که جز اون گروه دیگه هستن در مملکت. جناب عالی میدونین در حال حاضر یک عده اشغالگر مخالف فرهنگ ما داخل مملکت ما اومدن، مملکت ما رو اشغال کردن و ثروت مملکت ما رو برن صرف نابودی هویت ما میکنن. ببخشید، مخالف فرهنگ ما ممکن مخالف فرهنگ من و شما باشن، ولی مخالف فرهنگ میلیون ها نفری که سینه زنی زنجیر زنی میکنن که نیستن. خب شما الان همون میریم برمیگردیم به اون کلمه نادونی. از کجا میدونی شما اونا نادانن؟ خب اونا اونجوری دوست دارن.
بله مسئله ای اگر کسی نمیدونه، اجازه شما معتقد هستین که اگر کسی ببینید شما بحثای گفته هایی که میکنین قبلا در مورد رابطه زن و مرد دختر و پسر که صحبت میکردین، هدف و راهتون در آشنا کردن اونها به موقعیت فعلی بوده. درسته. خیلی هم جالب بوده. به دختره میگفتیم بابا چرا خودت هم بکشی اینطوری بکنی، هدف تو اینه. درسته. ولی این هستی یا پسر شما دنبال این هستی. درسته. ما که اینقدر قشنگ و زیبا مسائل رو مشکافی میکنین و انالایز میکنین در این مسئله هست. شما الان در مملکت ما یه چیز براتون میگم به عنوان ممکنه که مسئله خصوصی باشه، ولی خب بحثش جالبه. خواهر من در ایرانه. خب آخرین صحبتی که من با ایشون کردم، ایشون از من خواست که برادر من صحبت کردن با شما حرام میدونم. شما توجه بکنی یک خواهر به یک برادر به یک مثلا 30 سالم هست ندیده تشه شستشوی مغزی حتی قبول دارم و همین به همین ترتیب هم هستش که تلویزیون ها و رادیو های ماهواره‌ای بسیار زیاد ذهن مردم رو در رابطه خیلی مسائل باز کردن. من از این جهت خیلی خوشحالم که ما این وسیله رو داریم. بله بفرمایید. شما که دانایی رو دارین، این سواد رو دارین، تعریف نمی کنم چون این بینش دارین، بینش گسترده رو دارین، راه حلی میشه. خب یه موقع هستش که میاد یه نفر روی قرابرزی میگه خب شما میگی چی کار بکنین، نه من اونطور نمیگم. متوجه با این بینشی که هست انسانهای مثل شما، جوانهای مثل شما، خب شما جوان هستین، اون سیاست برای که دیگه حالشون معلومه که چه کار هستن. جوانهایی که آینده متعلق به شماست، بازم من نمیگم آینده مملکت، آینده متعلق به شماست، میتونین برای خودتون بهتر تصمیم بگیرید. حالا شما به این خاطر شما یه راهی پیدا بکنید با چهار تا جوان که مثل خودتون هستن، یک کم از تجربه اون بزرگترها که سنی ازشون گذشته، فقط به خاطر یه گوشه کار، اگر شما بهتر تصمیم کمه که بچه های من مراتب شعورشون از من بیشتره، خیلی مثلا نه 100%، نه 90% از من بیشتر میفهمند. و به این دلیل که الان تصمیم گیرنده زندگی اونها هستن که در اینجا هستن. خب اونها اگه بهشون بگین که الان ایران رو بنده رو کاغذ نوشتم و نامه نوشتم و دستور دادم که ایران اینجوری بشه که من رو کاغذ نوشتم و الان ایران شده اونجوری، بازم اونها پاشون رو ایران نمیذارن. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا اینجا رو دیدن، زندگی اینجا رو بلدن، هرگز هم هیچ کدوم از اینا نمیخوان برن ایران رو بکنن مثل اینجا که دازه مثل اینجا بهشون خوش بگذره. میگه خب ما که اینجا هستیم داریم لذت میبریم، زندگی رو میکنیم. حق با شما. پس دیگه پس مطلبی نمیمونه مگر اینکه بگیم کی میخواد چی کار بکنه. اون گروهی که میخوان چی کاری بکنن و دوستان نیست که یه خط دیگه داریم اونم لطفاً بگیریم بزنین رو خود، ممنون میشم. به خاطر اینکه اون اگر من خودم بگیرم بلش کنم از اون بگیرم، اینا این افراد وقتی که اینجا هستن که دارن اینجا زندگی میکنن، اونجا نمیخوان برن. یعنی اگه ما هممون ایران رو همون جوری که میخوایم درست بکنیم، بازم اونا نمیان، ما باید بریم. بعدش هم ما خود خسته میشیم، دوباره خانمون میگه برگردیم، میخوایم به بچه‌ها اینجا تنها هستن برمیگردیم. پس ایران کسی برو نیست، مگر این میمونه که آقا کلن به طور کلی تحولی رو که من و شما دوست داریم تو ایران انجام بشه به صرف کسایی که میخوان پولش رو خرج بکنن هست یا نیست؟ بله. این تا اونجا میرسیم به اون معنی که اگر تحول در هر جای دنیا قرار بود انجام بشه به نفع عاملینش میشد انجام میدادن. در طول این 35 سال هم همش گریه کردن همه کسایی که بیرون بودن، گفتن ایران ما اینطوری، ایران ما اونطوری، هیچ کس هم هیچ کاری نکرده. علتش هم این هستش که قرار نیست بشه. خیلی خلاصه به شما بگم، سال آخرم بگم وقتتون نگم روی خط هست خان. من. و اونم این است که شما فقط یه سواله و من خدافظی میکنم، شما از تلویزیون میشنوم، شما معتقد هستین که ما دست روی دست بذاریم؟ نه، هر کاری میخوام بکنیم. من نمیگم کاری دست روی دست نذارین، ولی بدونید که وقتی که یه حرکتی میخوای انجام بدی نسبت به یک سیستم بزرگ، باید بدونی که یک سیستم بزرگ میخوای. یادتونه وقتی مدرسه میرفتین یه گردن کلفت میومد میزد ما رو چیکار میکردیم؟ می‌رفتیم داداش گنده‌مون رو می‌آوردیم، رفتیم بابامون رو می‌آوردیم. اون که زورمون نمی‌رسه که. خب وقتی سیستم بزرگی هست که شما خوشت نمیاد، حالا ممکنه میلیون‌ها نفر، 50 میلیون نفر خوشش بیاد، ممکنه 3 میلیون نفر یا 20 میلیون نفر هم خوشش نیاد، ولی فرض می‌کنیم به عنوان با شما دارم صحبت می‌کنم، شما از سیستمی که در ایران یا در افغانستان یا در هند یا در پاکستان هر جا هست خوشت نمیاد، شما باید ببینی که اون کسایی که می‌خوان این تغییری که شما دوست داری انجام ایجاد بکنن، اون اشخاص کله گنده هستن یا نیستن.
اگه کله گنده هستن بی سر صدا خودشون انجام میدن، شما به معنی که فهمیدید دارن انجام میدن میتونی همراهی بکنی. ولی وقتی که 4 تا آدم تریاکیه که نشسته جلوی یه دونه میکروفون که ساعت 150 دلار پول داره میده، حالا میخواد حرف بزنه، این حرکتی نیست که شما اگه در شرکت نکنی به معنای این باشه که دستتو گذاشی رو دستت. بله. متوجه عرض بنده هستی؟ من میگم آقا شما انقلابی هستی، چشم. ببین نگاه کن برای انقلاب چند میلیون دلار پول لازمه، فاندریزینگشو بکن. فاندریزینگش هم باید کسی بکنی، جایی بکنی که اون کله گنده محافظ باشه. پس کار من و شما نیست، مگه کار سیاستمدارایی که همیشه دنیا رو تعیین کردن و شما هرگز نمیشناسیش، مگر اینکه 35 سال بعد توی کتاب پوسیده از یه جایی دو خط راجبشون بخونی. پس الان میگم خودتون رو ابیوز نکنید که فکر کنید هر کسی اومد جلوی یه دوربین تلویزیون 150 دلار پول داد، شما فکر کنید این راهنمای ماست و منجی عالم ایرانیان آواره اومد بالاخره پیدا شد. کاملا من با موافق هستم. متوجه این باشید، ولی بایستی که پچه کار بکنیم. ان شاء الله فقط امیدوار باشیم که خداوند امیدوار باشیم. ببین آخه شما اومدی در بهترین جای دنیا نشستی، الان مشکل اصلی که الان شما داری اینه که قیمت خونتون بالا رفته، با این لیست ماشین چی شده، یا دانشگاه فلان چیکار کرده، این دخترتون اونجا رفته، پسرتون اینجا رفته، امشب دیت رفتم. اینا مشکلات ما هست اینجا. مشکلات ما اینجا الان کمبود غله در کشور ایران نیست. برزان باور بکنید حقیقت، به حقیقت سوگند میخورم اینه که الان خدمت شما میگم واقعیته. الحمدلله من ناراحتی در اینجا ندارم، اینو باور کنید. من شما منو نمیشناسید، اکثر ما نداریم ناراحتی در اینجا. این مسئله نیست، سمی که زیاد شلوغ میکنیم. مهم هست میدونین یه چیزی در وجود خیلی ها هست، در وجود شما هم هست، حالا یه خودی که کاری کستش. من با تمام آرامشی که دارم، آسایشی که در اینجا دارم، حالا شما ممکنه که بعد شما باور میکنید چون توی فکری هست، ممکنه بعضی باور نکنن. خدا شده ترجیح میدم در اونجا باشم، عذاب میکشم. الان ناراحتی هایی که وجود داره همی که شما گفتین، الان وقتی که من میبینم که انگار نه انگار بعد یکی از یک عده از هموطنان ما که در اینجا هستن اتفاقی در ایران افتاده، اون مملکتی از دست دادیم. آخه ببخشید معذرت میخوام دوست عزیز، کسی چیزی رو از دست نداده. ما از اونجا اومدیم بیرون، اون مملکت سر جاشه، 70 میلیون نفر آدم هم اون تو هن، از دستشون هم نرفته، همه چی هم اونجا داره کار میکنه. همه چیز نیست، ببخشید شما توجه بکنید، الان همه چیز نیست. خب یه سری از افراد معذرت میخوام، یه سری از افراد خوششون نمیاد از سیستمی که اونجا هست، از جمله من، بندم خوشم نمیاد، چون خوشم نمیاد اینجا هستم. اگه خوشم میومد اونجا میموندم. من هم سربازی میکردم، هم پاسپورت ایرانی دارم، هیچ مشکلی هم ندارم، میتونم برم همین الان. خوشم اونجا نمیاد، اومدم اینجا. من این قضیه رو خیلی خیلی زودتر فهمیدم با درسی که از بابام گرفتم که گفت خره هیچ کس نشو. این درس رو زودتر فهمیدم که دست بنده نیست چیز رو عوض بکنم. میتونم زندان برم، شکنجه بشم، ولی آخرش اون کاری که قرار بشه انجام بشه توسط 4 تا سرباز موزور انجام میشه. پس من اومدم اینجا، اگر سیستم قراره که 70 میلیون نفر آدم اونجا ناراحت و ناراضی باشن، اون از زیر رو کنفیگور میشه. اگرم خوشحالن که هستن دیگه، اون فهمی اون خوشحال داره میچرخه. اگر قرار بشه تلویزیونای ماهواره‌ای به اونا آگاهی بدن و برملا بکنن که چقدر اونا نادارن، خب تا حالا 30 سال گفتن، کسی اگه می‌خواد یاد بگیره یاد گرفته بود. پس اونا خوشحالن، اونجا خوشحالن کاملا. این من اینو میگم، من میخوام بگم هرس بی خودی نخوری. سیستمی که قراره حرکت بکنه حرکت میکنه و دلایل سیستم، حرکت کردن سیستم، همون دلایلی که برای شما را ناراحت میکنه نیست. اون دلایل، دلایل مالی و اقتصادی جهانی که هر موقع کوچکترین چیزیش به خطر افتاد، سه تا ناوگان 53 بیلیون دلار خرج میکنن میره اونجا. در عرض 2 ماه قضیه مثل همون عراق که دیدی چی شد، 18 سال پدر همه رو در عرض 2 هفته ترتیبش دادن. کاملا فرماشم. نه میشه، اون شما هرس نخورید. برای تو خوشحال شدم که لطف کردیم و زنگ زدیم. من اصلا فقط یه اشاره بکنم. ببین الحمدلله که تایید فرماشتون، این تلویزیون هایی که در اینجا هستن، هدفشون وقتی صحبت میکنن، هدف نجات ایرانه. وقتی که نگاه میکنین این هدف وسیله قرار دادن، وسیله قرار گرفته شده برای رسیدن به شهرت، ثروت و هدفشون هم باورتون باور بکنید. هم من تو این تلویزیون 7 ساله دارم میرم، هدف هیچ کدوم نجات ایران نیست.
مسلمان در جریان هست. پس اگر هدف کسی نجات ایرانه، قدرت هم داره میده هم و انجام میده، چهار نفر آدمی که رنت مایشون رو نمیدونن چجوری میتونن هدفشون انجام بدن که نجات ایران بشه؟ اصلا نجات یعنی چی؟ اگه قرار بشه یه نفر تو تور افتاده دست پا میزنه میگن نجات، ولی خب حالا اونجا 75 میلیون آدم هست، 5 میلیونش بعدشون میاد، 20 میلیون هم اون تو ناراضی هن، خب 5 میلیون هم خوشحالن دیگه. مثل آمریکا میمونه، شما از آمریکا بپرسی، از آمریکایی بپرسی سیستم کشورتو دوست داری، خب 2 میلیون میگن بعد میگن من جورجوشو گیر بیارم قطع قطع میکنم، یا میگن جورجوش پدر ما در آبرو، یا چه میگن دم جورجوش گرم هر چی خارجی باید بکشه. پس اینجا انجام همونجوره، هیاهوی بسیار برای هیچ، آقا داستانش اینه، هر کجا که ربی آسمان همین. بله قربان، خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستیم. لطفا صدای تلویزیون تا آخر کم بکنید. آقای بهروز جانم بفرمایید. حال شما خوبه؟ مرسی مرسی. من شما میفرمایید که ایران هیچ داری نشده. چطور هیچ داری نشده؟ آخه شما برگاه یه چهار تا دوز و آدم کشم رمال و تمام پول مملکت رو دارن تاراج میکنن، از بین میبرن، فقط به صرف تروریست صرف میکنن. شما بودجه مملکت رو ببین، ارشاد اسلامی چه بودجه هنگفتی داره، فقط پول تروریسم و به عربا پول دادن. اصلا قربان من اصلا مخالفتی با حرف شما اصلا ندارم، هیچم شکم ندارم در این حرفایی که شما میزنی، فقط من میخوام بگم اگه قرار باشه سیستم بخواد طوری نشده، نه طوری که شو هر جوری که کشور بچرخه باشه، هر جوری که همه جای هر جای دنیا هر کشوری هر زن تازی اومدن. نه نه اجازه بده قربان، اجازه بده، اجازه فهم مملکت داره به تراج میبره. من الان خدمت شما عرض میکنم، هر جوری که هر مملکتی بشه یه سری افراد مثل من و شما ناراحت و ناراضی هستن، یه سری افراد هم برعکس من و شما خوشحال هستن. حالا اگر هر جوری که شده غلط شده یا درست شده اونم بحثی ندارم، من نمیخوام بگم که اونجا خوبه و الان یا خوب کاری کردن یا عرب اینه یا اون هیچ کدومی نه. من میخوام بگم شما اگه میخواین نگاه کنیم ببینید کی قدرت داره کاری انجام بده، اون آدم یه آدم یه لاغبایی که اومده $100 داده یه ساعت تلویزیون خریده، اون آدم نیست. پس میگم گول این افراد رو نخورین، سیستم های بزرگ هستن که سیستم های بزرگ تغییر حرکت میدن، نه چهار نفر آدمی که اینجا دارن ویلفر و سوشل سیکیورتی میگیرن و نمیدونم اینشورنس مدیکر میگیرن، اونا کارشون نیست، ولی اونا میان پای تلویزیون برنامه تلویزیون میذارن، شما هم گوش بدین بخندین دست بادم سین. مگه آقای خمینی مگه یک نفره نبود که اینقدر تلاش کرد و کوچی تمام این مسجدها رو بسیج کرد که یه هو شو وانگهی شد دریا. شما واقعا فکر میکنید که انقلاب سال 57 یه نفره توسط آقای خمینی انجام شده؟ یعنی شما واقعا اینجوری فکر میکنید؟ اگه قرار آقای خمینی قدرت داشت که یه نفره کار انجام بده، چطور همون 30 سال قبل از انقلاب نکرد؟ یه چیزی جهانی انجام میشه، هر انقلابی در هر کشوری انجام میشه چیز جهانیه، یه سری نیروهای بزرگ اینو کنترل میکنن و حمایت میکنن، حالا یا بدن اون نیروها یا خوبن یا هیچ کدوم اینا رو من نمیدونم، ولی اونقدر میدونم که حرکت بزرگ توسط نیروی بزرگ باید انجام بشه و نیروی بزرگ رو یه نفر نمیتونه بیاد یکی یکی مسجد رو بسیج کنه، یکی یکی بیاد انجمن بذاره در لس آنجلس که مردم بیان 6 تا 6:45 در سخنرانی گوش بدن. بهروز خان جونم، این ملت ایران یک بسیج بشن نیروی بزرگ نیستن؟ نه بسیج نمیشن آخه، دست پرابلم تمام این آدمایی که شما الان تو این لس آنجلس میبینی، تمام این آدمایی که روزنامه میگه واسه بیکاریشون هم که وقتی میان 2 دقیقه در این فدرال بیلدینگ دور میزنن، دو تا عینک قهوه‌ای به این گندگی میزنن که مبادا اینا فیلمشون رو بگیرن تو ایران دختر خالشون نتونه بیاد ویزا بگیره. اینجوری نیست آخه برادر من، پدر من، اینجوری نیست داستان. شما فکر میکنید که 4 نفر آدم بیکار که خودشون شلوغ میکنن اینا آدمای انقلابی هستن؟
در که اینا فقط تبل تو خالی هستن. انقلاب واقعی و حرکت توسط آدمای گردن کلفتی که قدرت دارن انجام میشه. در صد افتخار کردیم، خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. خدا نگهدار. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستیم. آقای بهروز سلام. سلام بر شما. مرسی. من با حرفات کاملا موافقم. بله. و شخصا فکر میکنم که تمام این برنامه‌هایی که فین تلویزیون پخش میشه همش سرگرمیه. بله. همش به خاطر ردگم کردن همون ملتیه که اینا دلسوزی بی خود دارن براشون میکنن. درست. و در ضمن فکرم میکنم که ماهایی که خارج از ایران هستیم، شخصا فکر میکنم، این نظر شخصی من هسته، منم به کسی بر نخوره، من شخصا به عنوان یک انسان که خودم انتخاب کردم که اون مملکت رو ول کنم و بیام این ور دنیا، شخصی خودم انتخاب کردم، کسی من زور نکرده. درسته. هیچ حقی برای نقشه کشیدن برای کسایی که تو اون مملکت هستن و 30 سال من از درد اونا خبر ندارم، اصلا نمیدونم حرفایی که زده میشه آیا راسته، آیا آفره چیزی هست، آیا مردم راضی هست، من نمیدونم. آفره. من چیزایی رو میشنوم که به من گفته میشه، من تا با چشم خودم نایدم اجازه ای که حتی بخوام صحبتی در اون مسئله بکنم ندارم. درست. من انتخاب کردم که اون مملکت رو رها کنم. درست. حالا اینجا ممکنه در عرض روز که 24 ساعت باشه 23 ساعت و نیمش من مشغول کارهای دیگر هستم، نیم ساعت ممکنه اونم تحت جو این برنامه های تلویزیونی قرار بگیرم و نیم ساعت هم ایران بگم. آره بله بله. من فکر نمی‌کنم که من و امثال من اصلا جایی برامون باشه که بخوایم بیایم اینجا به قول معروف خودمونو کافه داخل از آش نشون بدیم. بله. و بگیم که اصلا ما نمیدونیم که آیا مردم تو ایران موافق یا مخالف. بله بذار من اصلا من میگم اگرم قرار باشه که اگر مخالف بودن 70 میلیون نفر که تونستن شاه با اون عظمت بنازن بیرون، مطمئن باشین تا حالا این رژیم هم انداخته بودن بیرون. حالا به شما بگم شاه را هم اگر که سیستمش عوض شد، سیستمی حرکت جهانی بوده. یه موقعی آدم ها یه جایی نمیتونن تصمیم بگیرن در دنیای امروز که اصل ارتباطات هست و همچنین 30 سال 40 سال پیش که اصل ارتباطات شروع شد و تصمیمات جهانی گرفته میشه، هیچ موقع نمیتونن یه آدم های یه جایی شروع کنن یه نفر بندازن بیرون. مردم یه قبیله میتونن برن کت خودشو بکشن، ولی اگه قرارشون اون سیستم ارزشمند باشه و پولساز باشه برای جهان، همیشه حرکت جهانی هستش. بله، ولی تمام این مسائل مشکلاتی هم که دارم میگم به خاطر ایران، نمیدونم این ایران بمب اینو ساخته، ایران اونجوری کرده، ایران تروریست پرمه هست، نه قصه های برای عوام فریبی و نشوندن آدم های عوام بیکار جلوی تلویزیون و فروش آگهی هستش. مطمئن باشه تمام اینا خودشون به نفع بقیه دنیا که دشمن ایران هستن را کار میکنن. کسی که میاد یقه خودشو پاره میکنه توی تلویزیون ایرانی و ایران ایران میکنه، اون از همه خائن داره. حالا دیگه من اونو نمیگم خائنه یا نه، ولی اون چه مسلمه. من میگم همون بوده که این بلا سر ملت ایران بوده. همون روزی که باز اونوری میامده اونوری بوده. آره بر بوده. مسئله من نمیخوام بگم، شما حالا احساساتی شدین، ولی من نمیخوام بگم که کی خائنه. اصلا خائن خیانت موقعی هستش که تعهدی باشه. وقتی من تعهدی به شما ندارم، اگه بیام مثلا جیب شما رو بزنم، خائن نیستم که، دزدم. خب ولی مسئله اینجاست که کسی که میخواد توجه بکنه به یک شخص، به یک تلویزیون که هشتش هم گروه نوشه، این تلویزیون اگه فکر کنه این آدم میتونه حرکت ایجاد بکنه، باید توجه داشته باشه که در یک سیستم جهانی حرکت توسط قدرت جهانی انجام میشه، نه توسط یه آدمی که بدبخت بیچاره است که رنتش مونده، بده مارکش مونده، 150 دلار داده یه ساعت. اگه وسیله هستن این وسط تموم شد. اونم زمننم من نمیگم برنامه سیاسی رو نگاه کنین، لذت ببرین، هیجان بهتون دست بده، زنگ بزنین، داد و فریاد کنین، تایید کنین، حمایت کنین، مخالفت کنین، ولی وقتی تموم شد حواستون جمع باشه که یه شو تموم شده. باشه. یه شو تلویزیونی تموم شده. بی خودی هم فکر نکنید که پول دادن یا حمایت کردن یا هر کدوم از این حرکت‌های احمقانه نمی‌دونم حزب و انجمن و دسته گروهی که اینا درست می‌کنن اینجا، هیچ پشیزی نیست و هیچ آبی از هیچ گرم نمیشه. باشه.
درسته، شما کاملا درست میگی، موفق باشی. من نفهمیدم شما چیش، من البته چند هفته است که برنامه تلویزیون تو نگاه میکنم توی این تلویزیون خراسان، ولی نمیدونم چی شد که تلویزیون آریا اومدیم اینجا. حالا یه برنامه مفصلی ما یک دو ساعتی اختصاص میدیم به اینکه چه اتفاقی افتاد در تلویزیون آریا و کامل براتون توضیح میدم. خوشحالم از اینکه میبینم که ایرانی‌ها بالاخره تلویزیون شما رو پیدا کردن، کانال شما رو پیدا کردن و کم کم شروع کردن با دوره ارتباط برقرار کردن. بله بله، چرا که نه. به صورت من فکر میکنم که ایرانی‌ها و افغانی‌ها و پاکستانی‌ها و مرز ترکیه و مرز عراق، همشون ما یک هم وطنیم ما. حالا یه خطی رو دو یه جایی کشیدن، گفتن اینجا مرزه. شما از روی مرز وقتی رد میشی، نه هوا سردتر گرمتر میشه، نه مذهبا عوض میشه، نه اینکه غذاها فرق میکنه، همه آدم ها هستن دیگه. مرسی، قربون برم که زنگ زدی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. سلام آقای بهروز. بفرمایید قربان. از ونکوور تماس میگیرم در مورد این برنامه تلویزیونی که گفتین. بله برنامه سیاسی اینا. بله برنامه هست تلویزیون آریا. نه اصلا اجازه بده. الو بله معذرت میخوام، لطفا اسم تلویزیون یا شخص رو نبرین. باشه اگر مطلبی در مورد برنامه یه مطلب عمومی هست داریم صحبت میکنیم، راجع به هیچ شخصی ما صحبت نمیکنیم. باشه بفرمایید، بفرمایید چی میخواستیم بگیم. ولی افرادی که فوش میدن مثل این آقا به نظر من درست نیست دیگه، چون مثل بیماری ها. نه من میگم اونم شوش اونجوری داره دوست داره اجرا کنه. اون شخصی که شما دارید صحبتشو میکنی که من حالا مطمئن نیستم کیو داری میگیم، ولی اگرم فوش میده داد و فریاد میکنه، دوست داره شوی خودش رو اونجوری انجام بده. شما هم شوشو ببینید، میخواید شما هم میخواید گوشی رو بردارین، شما هم یه چیزی بهش بگین، دوست دارین نگین، هر کاری میخواید بکنید، ولی اون یه شوه. اون باعث حرکت نمیشه، باعث انقلاب نمیشه، باعث هیچ چیز نمیشه و بی خود احساس خودتون رو جریحه دار نکنید براش. ولی خب ایشون اجازه نمیدن صحبت کنین. خب دلش میخواد اجازه نده صحبت کنین، اون شوه خودشه. به نظر من ایشون دیوونه. اونم نظر شماست. میدونم من چی دارم میگم. من الان شما ممکنه بگی من نظر شما من دیوونه هستم، این هم هیچ اشکال نداره، من یه شوی دارم با شما حرف میزنم، شما یکم دیوونه. اینم میتونی بگی، میتونی بگی. ببین مهم اینه که وقتی ما یه شو اجرا میکنیم، شمای بیننده میونه این همه کانال، هزار خورده ای کانال داره دیگه الان رو اون رسیوره، درسته؟ بله. خیلی خوب، شما این منو نگاه کنی، حالا اگه به نظر شما من دیوونه هستم که من دیوونه نمیشم. حالا اگه به نظر شما من خیلی هم خدا هستم، بازم من خدا نمیشم. مهم برای من اینه که شما من نگاه کنین، آگهی که الان دو دقیقه دیگه میخوام پخش کنم شما ببینی. من شوخی کردم، ولی خب شما به نظر من آدم بدی نیست، من یکم منگولی. اینم یه نظری است، اینم یه نظری است. حالا ممکنه که هر کسی دیگه به واسه شما هم یه نظری داشته باشه، مهم نیست. مهم اینه که فقط به این قضیه توجه بکنید که باشه. حالا خیلی منگولم دیگه، همه دیگه نداری دیگه ایوالویشن منتالی فیزیکال یکم بالاخره یه زیاد من منگولم. آره خیلی منگول. حالا این منگول نشسته اینجا و تو رو کشونده پای تلفن، مجبورت کرده پول خرج کنی تلفنم بزنی. وقت تو اقتصاد. ببین من منگول فرض میکنیم، ببین تو چه آدم لیلایفی هستی و مخالی بیکاری هستی و چقدر تایم بیارزشه که یه منگول میتونه تو رو بکشونه پای تپای بحث. با کمال احترام، من که شما رو نمیشناسم، ولی هر موقع خواستی به یک تلویزیونی که یه برنامه ای که زنگ زدی منتظر نوبت شدی نظرش رو گوش دادی یه ساعت، بعدا میخوای راجعش باش صحبت بکنی و اینو به رسمیت شناختی که باش حرف بزنی، تو نوبت وایسادی، این نگو منگولی بود یا نگو مثلا دیوانه ای، به خاطر اینکه اون حرف تو که منو نه منگول میکنه نه دیوانه میکنه. مثلا اینجاست که وقتی تو میگی خودتو میبری در لدی پایین تر از این منگول، یعنی این منگول اومده رو ایر و شما رو جذب کرده که تلفن بزنی منتظر نوبت بشی تا اجازه صحبت بهت بده. این زیاد واسه شما معنی قشنگی نداره. حالا میدونم داری میخندی، دمت گرم که حالا زنگ زدی و یه خود برنامه ما رو قشنگ کردی. برسات امروز داستان به این صورت بود و خلاصه آقا درس بزرگی که من از خانوادم گرفتم سه کلمه بیشتر نیست و اون سه کلمه عبارت است که خره هیچ کس نشو.
از کلمه خر درش استفاده شده، چون خر وسیله سواریه، از خودش فکر نداره، منتظره بگه از کجا بهش بگن از کجا بدو میدوه. هیچ کس، کلمه هیچ کس تو این استفاده شده، هیچ کس یعنی هیچ موجودی نباید به تو بگه کدوم ور برو، واسه من کجا برو، جون تو بذار، کجا پول بده، کجا حمالی بده، کجا زندگی تو ول کن برو زندان سیاسی به خاطر من. چرا؟ چون وقتی از سر زندان سیاسی اومدی رد شدی، با بولدوزر رو سر تو رد میشه، بازم تو هم آدم حساب نمیشی. این هیچ کسی، یعنی هیچ کسی. و بعد نفر آخرش میگه نشو. نشم که یعنی خره اون نشو، چون این قربش نمیگه کارمند کسی نشو، نمیگه پیرو و یا مرید کسی نشو، میگه خره هیچ کس نشو. چرا؟ چون وقتی اون هیچ کس رسید به مرحله ای که حالا تو فکر میکنی یک درصد، اگر یک در بیلیون این افراد به یه جایی برسن، اولین کسی که سرشون میگیرن بالا از پلوش رد میشن، توی احمقی هستی که به خاطرش رفتی دست پای خودت رو تو بمباران دست دادی. اگر تو رفتی، نه که به زور بردنت. من خودم هم تو بمباران داشتم میمردم، این چیز عمومی هستش. به هر صورت قدر زندگی رو باید بدونیم، و همونجوری که عزیزان بنده من یاد دادن، خره هیچ کس آقا نشو. شو نگاه میکنی، یه شوی به شما پلی بوی سکس نشون میده، یه شوی به شما ترو تیوی دعوا نشون میده، بزن بزن پلیس نشون میده، فیلم نشون میده، رقص نشون میده، چه میدونم همه اینا. یه شوی هم به تو نظرات یه آدمی رو داره داد و فریاد میکنه راجبه یک کشوری که از اینجا تا اونجا رفتن، اگه همین الان تصمیم بگیری 40 روز طول میکشه برسی اونجا، بعدش هم کلی هم پول میخواد از تو برسی اونجا. گوش بده اینا، بخندین و حالا هرچی. تلویزیون که خاموش شد، مثل همین الان شوی پرچونه، خاموش که شد دیگه شو تمومه. دیدار ما روز جمعه، یعنی جمعه شب ساعت 8 شب، برای گرفتن گیتار مجانی 866 راک تایم، برای تبلیغات در شوی پرچونه با این شماره تماس بگیرید. متشکرم از اینکه تو برنامه ما شرکت کردین. خدا نگهدار.